سلام و درود مجدد به دوستان خوب کایند اند هپی. خب برنامه دیگه با اخبار هفته رو خدمتتون داریم تقدیم میکنیم. برنامه لایو هست، ممکنه مشکلاتی پیش بیاد که من پیشا پیش عذرخواهی میکنم. خب خدمتون گزیده اخبار علمی هفته رو طبق معمول دارم میگم، ویکلی ساینس ایونت، و مثل روال گذشته با یک واژه سومری آغاز میکنیم. سلیم رو یاد گرفتیم. سلیم به معنای سلام و خداحافظی بود، و نین یا نینا یا نینی هم یاد گرفتیم که معنی بانو و ملکه و الهه سومری بود. متاسفانه برنامه زنده مشکلات و پاس خودش ممکن داشته باشه. این هفته میخواییم کلمه آ رو یاد بگیریم به زبان سومری. سومری ها به آب میگفتن آ یا او، و میدونیم که تو کشور عزیزمون خیلی از مناطق هستن که به آب همون او میگن و کردی هم باز همون آب میگن، که جالبه که خیلی نزدیک به زبان سومری، در صورتی که به زبان لاتین یا انگلیسی ووتر یا اسپانیش، پرتغیز، هر کدوم از این زبانهایی که نگاه میکنین کلمه آب متفاوته. اکوا هست تو لاتین، ولی در کشور ما به خاطر نزدیکی به تمدن بین النهرین این کلمه آ استفاده میشه کماکان، که میتونه خیلی جالب باشه باز. بنابراین کلمه سومری امروز واژه آب هست به معنی آب به سومری. خب شروع میکنیم. فرود هیجان انگیز پرزورنس هست این ماه آینده، ماه فوریه، 18 فوریه دقیقاً زمانی هست که مریخ نورد در سطح مریخ فرود میاد، و هلیکوپتر عجیبی هم که 1.8 کیلوگرم هست اونجا به پرواز در میاد. یکی از اولین هایی هست که انسان تا حالا انجام داده که میتونه به نوبه خودش جالب باشه. دانشمندان ای آی یا تکنولوژی هوش مصنوعی فیسبوک، سوشل مدیای معروف، به کمک پزشکانی دفعه اومدن و 3 مدل مختلف برای شناسایی کسایی که کرونا دارن، اینا رو با همکاری تیم پزشکی ارائه دادن، که در همون مرحله اولیه تشخیص میده که کسی که کرونا داره به چه وسایلی نیاز داره و چه میزان از اکسیژن نیاز داره برای اینکه بتونه به حیات خودش ادامه بده. تکنولوژی خیلی پیشرفته‌ای هست که همزمان دارن این کار رو انجام میدن. اولویت بیمارستان‌ها بر رسیدگی به بیماران کرونایی خیلی مهم هست، که چه بیماری، چه علائمی، چه سیمتومی داره و چه کارهایی باید براش انجام بشه، که با کمک ای آی و دانشمندهای فیسبوک دارن این کار رو انجام میدن، که برای ارائه خدمات بهینه و خوب مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یه خبر دیگه هم جالب اینه که دانشمندها تونستن که از طریق تکنولوژی پرینت سه‌بعدی صدای روحانی زمان فرعونه، زمان فرعون مصر رو بازسازی کنن. جالبه، صدای روحانی که اون موقع موعظه میکرده برای مردم مصر در زمان مصر باستان، با تکنولوژی که دانشمند استفاده کردن تونستن اینو به دست بیارن. خبر پیشنهاد دیگه، پیشنهاد یه فیلم هست به گیمرهایی، ازشون میدونم گیمرهای زیادی تو این پیجم هستن، کایند اند هپی دوستامون. من فیلم Ready Player One رو
دیدم از کارگردان معروف اسپیلبرگ، استیون اسپیلبرگ، که به نظرم خیلی جالب اومد و میتونم پیشنهاد کنم به مخصوصا گیمرهای عزیز که این فیلمو ببینن و لذت ببرن ازش. اما اخبار بهداشتی هفته رو خدمتتون عرض کنم. اول اینکه موش‌های قطع نخاع شده با بازسازی عصب‌هایی که از بین رفته بود در ستون فقراتشون تونستن دوباره حرکت کنن، که نوید خوبی هست برای عزیزانی که به هر نحوی از آنها دچار مشکل حرکتی شدن و به دلیل ستون فقرات امکان حرکت رو دیگه ندارن، که این آزمایش این امکان رو فراهم آورده که این کار انجام بشه. مورد دیگه این که سوال به اصطلاح مورد بهداشتی دیگه، ویروس کرونا نیازمند کلسترول بدن هست برای اینکه بتونه سلولی ابر سلولی تشکیل بده و به دیواری سلول ها حمله کنه. بنابراین کلسترول که همون چربی سلولی هست خیلی مهم هست برای حمله ویروس کرونا، که یه به اصطلاح هینتی هست به ما و یه آلارمی هست که حواسمون باشه حرکت و حرکت بدنی رو یادمون نره و غذاهای چرب و که باعث میشه سلول هامون چربیشون زیاد بشه اونا رو باید تا میتونیم پیشگیری کنیم و مراقبت کنیم. بنابراین یکی از تحقیقاتی که جدیداً انجام شده اینه که ویروس کرونا نیازمند به کلسترول برای تشکیل ابر سلول برای حمله به سلول‌های مهم بدن و عبور از دیواره سلول‌های محافظ هست. خب سوال این هفته هم اولین پرواز یک هلیکوپتر خارج از سیاره ما کجا خواهد بود، که سه تا گزینه براتون گذاشتیم: ماه، مریخ یا ونوس. همینجا من تشکر کنم از همه دوستانی که همکاری میکنن، پیگیری میکنن و دنبال برنامه هستن. خدمت رو عرض کنم که شهناز خانم عزیز با آیدی شهناز 2626 جواب درست رو دادن. خیلی ممنون از اینکه پیگیری کردین و اخبار علمی رو دنبال میکنین. خانم مهسای عزیز با آیدی MAH8 ایشون هم درست جواب دادن و خیلی از عزیزان دیگه که همگی جواب دادن و دنبال کار بودن، که حالا به هر حال ما در خدمتتون هستیم برای اینکه بتونیم هدایای بسیار ناقابلی رو خدمت تقدیم کنیم. همونطور که میدونین ما فینال برنده ها رو خواهیم داشت به زودی، و اونجا کسایی که تو ایونت های مختلف کاینن هپی برنده شدن اینا اونجا دوباره با همدیگه مسابقه خواهند داد. بنابراین لطفاً پیج ما رو پیگیری کنی کماکان. ایونت های مختلف، رویدادها، وقایع، جشن ها و مراسمی که آدم ها در نقاط مختلف دنیا در کشورهای مختلف اینا دارن و برگزار میکنن، ما اینا رو سعی میکنیم به شما عزیزان بگیم و براتون برنامه خاصی براش داشته باشیم. ممکنه تو یکی دو هفته آینده به همین مناسبت ما یه برنامه خاصی مثل گذشته خدمتتون تقدیم کنیم. خب من با عزتون مختصر میکنم، باد و بارون احتمالاً همین رو دست به دست هم میده که شاید دوچارو مشکل کنه کارو. تا برنامه هفتگی دیگه سلیم، مراقب خودتون باشین و بدرود.